با سلام خدمت همه دوستای عزیزم، من شیما معتمدی هستم. به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید. Hello guys, my name is Shima Motamedi and let's start to learning English. خب دوستان، امروز میخواییم یاد بگیریم که چطور خودمونو معرفی کنیم. لطفاً کاغذ و قلماتون رو آماده کنین که نکاتی رو که بهتون میگم تو طول ویدیو حتماً یادداشت کنین. خب شروع میکنیم. های یعنی سلام. های زمانی استفاده میشه که ما طرفمون رو میشناسیم، از قبل باش آشنایی داریم، باهاش خودمونی و صمیمی هستیم. زمانی که ما طرفمون رو نمیشناسیم یا یه مقدار باش رو درواسی داریم یا یه مقام موافقی هست یا یه کار اداری داریم، میخواییم به صورت فرمال و رسمی صحبت کنیم، به جای های از هلو استفاده میکنیم. های، مای نیم ایز شیما. سلام، اسم من شیما هست. شما به جای شیما اسم خودتون رو باید قرار بدین. I come from ایران. من ایرانی هستم، من اهل ایرانم. شما به جای ایران باید کشور خودتون رو قرار بدین. I live in تهران. من در تهران زندگی می کنم. شما به جای تهران باید سیتی خودتون یا شهر خودتون رو قرار بدین. I am 25. یا I'm 25 years old. یعنی من 25 ساله هستم. اگر بخوایم کوتاه‌تر بنویسیم، خب مشخصه که از I'm 25 استفاده می کنیم. شما سنتون رو به جای 25 قرار میدین. There are 4 of us in my family. یعنی من یه خانواده 4 نفره دارم. یادمون باشه حتما که هیچ وقت زبان انگلیسی رو کلمه به کلمه معنی نمی کنیم. چون هیچ وقت کلمات توی جمله اون معنی رو که تحت و لفظی دارن رو نمیدن. مثلا برای مثال همین جمله. این جمله رو اگر بخوایم ما کلمه به کلمه معنی کنیم، اون معنی که باید رو به اون صورت شیوا و روون به ما نمیده. They are my parents and my brother and me. یعنی They are اونا هستن. My parents یعنی والدینم. And my brother یعنی برادرم. And me. حالا اگر شما با parentsتون، با والدینتون زندگی نمی کنین، میتونین اینو حذف کنین. اگر که برادراتون بیش از یکی هستن، به جای brother باید بگین brothers. اگر خواهر دارین یکی، باید بگین sister. و اگر خواهرتون از یکی بیشتر هست، یعنی مثلا 2 تا 3 تا خواهر دارین، باید بگین my sisters. آخرش اس جمع میاد. I am student. یعنی من دانش آموز هستم. حالا اگر دانش آموز نیستین میتونین جمله رو حذف کنین. I work as a doctor. یعنی من کار میکنم به عنوان یه پزشک. حالا اگر شما شغلتون هر چیز دیگه ای هست، میتونین این دکتر رو عوض کنین و شغل خودتون رو به جاش قرار بدین. مثلا دنتیست میشه دندان پزشک. لایر میشه وکی. تیچر میشه معلم. یا مثلا هر شغل دیگه ای که دارین میتونین به جای دکتر بیارین. My favorite subject is English. یعنی موضوع مورد علاقه من انگلیش هستش. سابجکت یعنی موضوع. فیورت یعنی مورد علاقه. مثلا اگر شما چیز دیگه ای رو دوست دارین به جای انگلیسی، میتونین به جاش بیارین. مثلا اگر مث یا ریاضی دوست دارین، کمستری یا شیمی یا موزیک یا فیزیک یا بیولوژی دوست دارین، میتونین. یا هر موضوع دیگه ای رو که دوست دارین میتونین به جاش بیارین. مثلا شاید یک کسی از فلسفی خوشش بیاد یا از جغرافی خوشش بیاد. هر موضوعی که مورد علاقه شما هست، آرت،
هر چیزی میتونین به جای انگلیش بیارین. My hobbies are listening to music. سرگرمی های من اینا هستن. Hobby یعنی سرگرمی. Listening to music. Listening یعنی گوش کردن. To music. گوش کردن به موزیک. Reading book. کتاب خوندن. مثلا میتونین به جای book روزنامه بیارین. Reading newspaper. یا مثلا رمان خوندن رو دوست دارین. Reading novel. یا هر چیز دیگه. Go shopping. همه خانما عاشق خرید کردنن. پس همه خانما یاد میگیرن این جمله رو. My hobbies are going shopping. My hobbies are go shopping. یعنی هابی من هست خرید کردن. Playing computer games. یا هر چیز دیگه ای میتونین استفاده کنین. Playing computer games یعنی بازی های کامپیوتری. بازی کردن با بازی های کامپیوتری. یه نکته رو که میخوام بهتون بگم. دوستان توجه کنین. ورزش هایی که به صورت جمعی انجام میشه با فعل playing استفاده میشه. مثلا اینجا من آوردم که من مثلا سرگرمیم هست که تنیس دوست دارم بازی کنم. My hobbies are playing tennis. تنیس یه ورزشی هستش که به صورت انفرادی انجام نمیشه. پس از فعل playing استفاده میشه. یا هر هابی دیگه‌ای که دارین لطفاً هابیاتون رو برام بنویسین، کامنت کنین و با همدیگه به اشتراک بذاریم که اگر ایرادی داریم با همدیگه رفعش کنیم. خب جمله بعدی. In my free time یعنی تو اوقات فراغتم. Free یعنی آزاد. Free time یعنی اوقات آزادم، اوقات فراغتم. I also enjoy volleyball. I also یعنی من همچنین enjoy یعنی لذت میبرم از volleyball. یا شما میتونید مثلا به جای والیبال هر چیز دیگه ای رو بیارین. مثلا سایکلینگ، دوچرخه سواری، تنیس، یوگا، رانینگ یعنی دویدن، فیشینگ، ماهیگیری یا هر چیز دیگه. خب دوستان فکر میکنم برای امروز کافی باشه. این قسمت رو من کامل میکنم قطعا توی ویدیوهای بعدی، ولی لطف کنین یه معرفی از خودتون رو برام کامنت کنین که با همدیگه ایرادامون رو برطرف کنیم. و لطفاً اگر که از این ویدیو خوشتون اومد شیر کنین و سابسکرایب کنین. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.